لغو سفر نمایندگان فدراسیون صنایع قطعات خودرو فرانسه به تهران. افشای جواز دولت اوباما برای تبدیل 6 میلیارد دلار به رژیم ایران. اعتراف مقام‌های اروپا به ناتوانی برای نجات برجام. نمایندگان فدراسیون صنایع قطعات خودرو فرانسه سفر ماه آینده خود را به تهران لغو کردند. این تصمیم تنها دو روز پس از تصمیم کمپانی خودروسازی پژو سیتروئن برای توقف فعالیت‌هایش در ایران است. جاکوسموگ، مدیر عامل این فدراسیون گفت به جای این سفر که قرار بود در ماه ژوئیه برگزار شود، دیداری در فرانسه ترتیب داده شده که در آن آینده کاری دو طرف در پی حوادث اخیر به بحث گذاشته می شود. کمیته فرعی تحقیقات صنایع آمریکا روز چهارشنبه نتیجه تحقیقات خود را منتشر کرد که نشان می دهد در سال 2016 اوباما برای تبدیل 6 میلیارد دلار ارز جواز محرمانه برای رژیم ایران صادر کرده بود. به گزارش آسوشیتد پرس، خزانه داری آمریکا در دوره اوباما در فوریه 2016 مجوزی صادر کرد که هیچگاه فاش نشد و در آن به رژیم ایران اجازه دسترسی به 6 میلیارد دلار در یک بانک عمان برای تبدیل به دلار آمریکا را داده است. این تلاش ناموفق بود زیرا بانک‌های آمریکا از وارد شدن در این کار که نقض تحریم‌های آمریکا بود نگران بودند و از شرکت در این کار خودداری کردند. سناتور جمهوری خواه راب پورتمن، رئیس کمیته فرعی سنا درباره جواز دولت باراک اوباما برای تبدیل 6 میلیارد دلار به رژیم ایران گفت دولت اوباما مردم و کنگره آمریکا را گمراه کرد. به هر دری می‌زدند که با رژیم ایران به توافق برسند. در گزارش کمیته تحقیقات سنای آمریکا آمده است باراک اوباما در سال‌های پس از برجام بارها صدور مجوز برای دسترسی رژیم ایران به سیستم مالی آمریکا را انکار کرده بود. مقام‌های ارشد اروپایی در نامه‌ای به دولت آمریکا اذعان کردند که تلاش آنها برای نجات برجام از طریق حفظ تجارت و سرمایه‌گذاری‌های عمده در ایران در مواجهه با برنامه تحریم‌های آمریکا در حال فروپاشی است. وزرای خزانه‌داری و خارجه فرانسه، آلمان، انگلستان و اتحادیه اروپا در نامه‌ای به مایک پومپئو وزیر خارجه و استیفن منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا گفتند که طرح دولت آمریکا برای اعمال تحریم‌های ثانویه زیرا به تلاش آنها برای حفظ تجارت با رژیم ایران را می‌زند. وال استریت ژورنال با درج این خبر نوشت این نامه یک اذعان سریع توسط مقام‌های اروپایی است که اتحادیه اروپا کار چندانی برای تضمین باقی ماندن معاملات با رژیم ایران نمی‌تواند انجام دهد. دشخیمان خامنه ای در اداره آگاهی شهر خوی یک هموطن اهل پیرانشهر را که در بازداشت این اداره بود به قتل رساندند و به خانوادهش ابلاغ کردند که وی فوت کرده است. این هموطن رحمان قربانی نام داشت. این دومین قتل در 24 ساعت گذشته در شکنجهگاه‌های رژیم در آذربایجان غربی توسط ماموران اطلاعاتی و امنیتی رژیم آخوندی است. ساعت 12:21 روز چهارشنبه زمین لرزه‌ای به قدرت 4.2 ریشتر یاسوج و شهر سیسخت را تکان داد. در این زمین لرزه 5 تن مصدوم شدند.